با آقای دکتر عبدالخالق لرزاد هستیم ایشون اخیرا یک پژوهشی با استفاده از چند صد مدرک و نقشه با عنوان گستره تاریخ و جغرافیای افغانستان و افغانها یا افغانها و افغانستان رو منتشر کردن قبل از چی اصلا کلمه افغانستان ریشش چیه بار دو, دو روز سلام بر شما و بیننده که ما را میبینند و شنونده هایی که میشنوند بنیاد و ریشه افغانستان از دو واژه ساخته شده افغان و ستان افغان یعنی هم به مفهوم جای آمده در منابع تاریخی و هم به مفهوم یک قوم آمده یعنی گروهی از مردمانی که در نواهی کوههای سلیمان زندگی می‌کردند را به نام افغان بنامیدن که بار نخست یه هم در حدود ذکر شده و همچنان بعدا البیرونی در کتاب خودی را ذکر کرده و استان طوری که میفهمین جای یا محل یا قلم روی زندگی است. افغانستان یعنی محل زندگی افغان ها یا قلم روی زندگی افغان ها ولی خب افغانستان امروز آنچه که ما میشناسیم فقط افغان‌ها زندگی نمی‌کنن ازبک‌ها، هزاره‌ها و بسیاری دیگر هم درش زندگی می‌کنن بله افغانستان به عنوان یک کشور سابقه بسیار قدیم نداشته بلکه حدود 100 سال است که کشوری به نام افغانستان ایجاد شده یعنی اگر دقیق تر بگوییم جغرافیای کشوری به نام افغانستان در زمان امیر عبدالرحمن یعنی بین 1880 تا 1901 تشکیل گرده یا مرزبندی شده یعنی شکل گیری جغرافیا در اواخر صده 19 است و بار اول در سال 1919 امیر امان الله استقلال افغانستان اعلان میکنند یعنی اگر ما واقعا به حساب تولد کشوری مستقلی به نام افغانستان در جهان نگاه کنیم سال 1919 -19 سال ایجاد کشوری به نام افغانستان است قبل از او کشوری به نام افغانستان در تاریخ و جغرافیای جهان وجود ندارد بله خب اون منطقه نام های مختلفی در طول تاریخ داشته خراسان بزرگ، کابلستان و های دیگه چی شد که بالاخره در شکل کنونی به عنوان کشور تبلور پیدا کرد ببینید تاریخ چه منطقه, منطقه را اگر در نظر بگیریم اینجا ایرانی بزرگی بوده ما از دوری حقامانشی اگر شروع کنیم این ترتیب بیم بود تا ها و تا با ساسانی ها و در اون طرف و در شرق بیاییم این طرف کوشانی ها بودن یفتلی ها بودن پیش از اسلام و پس از اسلام هم اینجا عرب ها آمدن و پس از او هم ما توری که شاید است این بار اول مثلا اولین سلاله سلال مستقل تاهیریان اینجا یک سرزمین یا دولت مستقل تشکیل میتن پس از او میاییم سفاریان است او طرف سامانیان است غزنوی, غزنوی ها به وجود میاد بالاخره مغولان میان و ما دوره تیموریان ها داریم و پس از او هم دوره صفویان است و نیم افغانستانی کنونی در اختیار صفویان است و نیم دیگرش هم در اختیار مغولان هند است و بار نخست یکی از سردارهای نادری افشار که به نام احمد خان عبدالی است پس از کشته شدن از او یعنی محدودی از او به سه قسمت تقسیم میشه قسمت شرقی از در اختیار احمد خان عبدالی قرار میگیره که میاد در قندار شاهی مستقل اعلان میکنه و او طرف هم کریم خانی زند است و در بالا هم خانی افغان در مناطق آذربایجان است اما احمد خانی عبدالی هرگیز در کتابی که ما از او داریم به نام تاریخ احمد شایی که کتاب زخیمی هسته اصلا واژه افغانستان اینجا وجود نداره او خود شاه خراسان می نامه و امیدوار است که روزی بر تمام ایران کهن او اقتدار خود بگسترانه ولی بیشتر او متوجه هند میشه به خاطر که هند سرزمینی پر از غناییم است و در مناطق شمال چنین چیزی رو نداره و مناطق غرب ایرانی کنونی چنین غنایی بیره نداره به می خاطر در دوره سلطنتی دراز خود چندین بار به با هند لشکر کشی میکنه و از اونجا با غنایی میسرشار میاره و هزینه لشکر خود ایجاد میکنه سلاله ای از آن که با وجود میان این هستی مرشا تا, تا شاه زمان و شاه شجا و, و اولادی از او بعد از اینو هیچ کدام خودش شاهی افغانستان نمیگن بلکه امیر خراسان و یا شاه خراسان یاد میکنن اما در صده آغاز صده 19 زمانی که پای استیمار و منطقه میرسه روس ها از شمال به طرف آسیای مرکزی حرکت میکنن و از جنوب هم انگلیس ها به طرف شمال حرکت میکنن اینجا بازی بزرگ شروع میشه در آغاز صده 19 که اینجا دیگه سرنوشت منطقه را این دو قدرت استیماری تعیین میکنن بار نخست مо تا сالهои 8 00 ا 1800 بзرгتаرиن تшویши انگلиسҳо در ҳند است کи احمدشоه و ا تеمورشоه پсаرи بаخصوص زمоنشоه به هند لشکر... لشکرکشی نکنه به همی خاطر او بسیار نگران می بوده باشن در تشویش می بوده باشند مثلا نخستین سفارت خود به دربار شای پارس روان میکنن که در اونجا باید تدابیر تدابیری بگیرن که از لشکرکشی زمانشا زمان به هند جلوگیری بکنن که او پلان عملی میشه یعنی تشویش اصلی انگلیس ها از ایجاد امپراتوری افغان ها در هند است ولی ولی بعد از, از اینکه زمانشا سقوط میکنه پسران تیمورشا در جنگ خانوادگی به هم دیگر درگیر میشن و اینجا شاه محمود و شاه شجا و اینا با هم دیگر در رقابت میان و او امپراتوری احمد شا بالاخره در, در بین پسران ازی تقسیم میشه یعنی هیرات یک به اسطلاق قلم رو میشه و قندهار دیگه قلم را و کابل دیگه قلم را و شمال یعنی شمال هندو کشم در اختیار اوزبک که حکومت مستقل خود دارن با امی ارتباط با در سال 1839 انگلیس ها خاطر تشویش یزی دارن که امیر دوست محمد با روس تماس نگره و در اینجا چون سفیر روسا میایه نخست لشکرکشی میکنه با کابل و امیر دوست محمد از سلطنت سقوط میته و با جای از شاشجار نصب میکنه ولی هنوز قندهار حکومت مستقل خود داره هیراد حکومت مستقل خود داره چنان در در 1838 انگلیس ها با با, با شاه ایراد به نام شاه ایراد معاهده امضا میکنند و شمال هندوکش یعنی بلخ و بدخشان هم استقلال خود دارند که نیمه مستقل هستند و یا گاهی هم امارت بخارا را دارند به همین همین سلسله ادامه پیدا تا اینکه باز در زمانی که امیر شیرالی بر تختی کابل می نشینه در اینجا در 1878 بازی ارتباط دو خود دوباره با روسا قایم میکنن و انگلیس ها مجبور میشن که بار دیگری بر کابل لشکر کشی کنن امیر شیرالی را به شمال فرار میکنن و پسر ازی را بر جایزی به حکومت میشن یعقوب خانه و در همی سال است که بار نخست با ای که با, با امضا میکنن به نام شاهی امیر افغانستان و متعلقات یعنی یعنی واجه افغانستان به تمام کشور کنونی ابلاغ نمیشه یعنی اون مناطقی که افغان ها در زندگی میکنن یعنی ما تا سال 1919 نام افغانستان بر تمام قلم کنونی هرگز ابلاغ نشده و پس از 1919 است که واژه متعلقات و واجه ترکستان از بین میره و ما, و ما واجه افغانستان در نام کشور کنونی میبینیم شما در این کتاب اشاره میکنید که اونهایی که امروز ما با نام پشتون ازشون یاد میکنیم که افغان ها هستن یعنی اونها یک تاریخ سازی جعلی کردند چرا جعل کردن تاریخ به چه منظوری با چه هدفی زمانی که امان الله بر تخت سلطنت مینشینه نشینه ما تا این دورانه ما قومی به نام پشتون در منابع تاریخی هرگز نداریم قوم پشتون یعنی کسانی که مثل اقوامی که به زبان پشتون صحبت میکردند اینها نام قبیلوی خود نام قومی خود میگفتند به گونه مثال ما چندین سند داریم نخستین سند تذکری امیر امان الله است در ستون قومش زیر عنوان قوم نوشته است محمد زایی ما در شهر کابل به نام منار علم و در زمان امان الله به پاسی شهدایی که در راه استقلال شهید شدن اونجا سنگ نبیشت وجود داره که اونجا اسم افراد نام پدرشان و ردبه نظامیشان و قومشان ذکر شده است شما اونجا قومی تاجیک دارین قوم ازبک دارین قوم محمد زایی دارین اتاخل دارین توتاخل دارین احمد زای دارین محمد دارین شما نه قوم افغان دارین و نه قوم پشتون دارین اما در زمان زهایر شا در سالهای 1915 البته مفکوره حیثی افغانی یا یا مفکوره برتری طلبی بر افغانی یا تفوق طلبی افغانی در زمان امیر حبیب الله بار نخست در سیراج در اه 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 او په درجرېده کې توسطي محمودي ترجیبه ناشر میره سا درونکو ذکر ميشه کې زبان پښتو زبون یې وړونی اژدادې زبان هاست او قوم پښتون یەک از اقوام بسیار سابقه تاریخي بسیار درازي داره با همی خاطر نخستین تاریخ سازی به نام پشتون و به نام هنوز پشتون نیست به نام قوم افغان در سیرارج اخبار محمودی ترزی در دوران امیر حبیب الله وجود میاد اما در زمان ظاهرشاه بار نخست اینا یک انجمنی تاسیس میکن به بنامی... به نام پشتو تولنه در سالای فکر میکنم 1935 یا 1936 است که زبان افغانی را تبدیل میکن به زبان پشتو یعنی ما کتاب هایی که قبلا 1935 داریم در تمامشان نوشته است کتابی افغانی لسان افغانی زبانی افغانی مثلا امیر زمانی که نقد میکنم من میگه به لسان افغانی بلد نیستم پس از این تاریخ است که تمام قبایلی که به زبان پشتو صحبت میکنن اینا در یک قوم واحد به پشتون در کشور یاد میشه و به همین ترتیب در سال 1964 بار نخست در قانون اساسی زمان زارشا یا ذکر میکنند که تمام کسانی که در افغانستان زندگی میکنند افغانستان سوال شما این بود که اینا چرا جعل کاری کردن چرا این این کار کردن در اون وقت زمانی که در همسایه غربی ما ایران اونجا از دوران هخامنشی ها و به اصطلاح پیشینه تاریخی ایران و اون امپراتوری ها یاد میشه افغان ها هم کوشش میکنن که در مقابله با ایران و در مقابله با زبان فارسی زبان پشتور همزاد زبان فارسی اعلان بکنن و و برای کشور افغانستان هم یک تاریخ جالب بسازن که در مقابله با ایران کنید باشه مثلا نخستین تاریخ هایی که نیجا نوشته میشه در سالهای های 1931 1932 توسط غبار است که در جامعه افغانستان تاریخ 5000 ساله داره. اینه اگر ایران تاریخ 2000 ساله داره، افغانستان پیشینه بیشتری از و به همین ترتیب مثلا حبیبی میرون در قندهار اسنادی جل میکن به نام پتخزانه و تذکرت اولیا و در ای این اشعار خودشان میسازن این پیشینه این اشعار زبانی افغانی یا پشتور میکن این اشعار یک هزار سال قبل سابقه داره یعنی زبان پشتو همزاد زبان فارسی هست و کم از اون است بنیاد جل سازی و بنیاد تاریخ سازی برای همین مبنا است که باید قومی را همزاد آریایی نشان بتن و کشوری را هم همزاد یا بیشتر و سابقه تر از ایران نشان بتن ولی خب تاریخ مشترک افغانستان امروز و ایران در این ها زیاد شاعران نویسندگان پادشاهان بسیار مشترکند ولی ما میبینیم که نه تنها کسانی که شما گفتید خب گفتن پشتون یه تاریخ واسه پشتون بسازن بویژه به در زمان حکومت طالبان چه حکومت قبلی چه حکومت فعلی تلاش گرفتند که این فرهنگ مشترک رو حذفش کنند چرا؟ ببینید هم قسمی که یونو تنها چندین با, با مو هدفی که داشتن در چندین عرصه کار کردن مثلا در این قانون اساسی 1964 اینا تصویب کردن که زبانی که در افغانستان وجود داره ای دری در است نه فارسی یعنی زبان فارسی مربوط ایران است دری مربوط افغانستان است و تاج... این کار را در تاجکستان کردن که تاجیکی مربوط تاجکستان است یعنی این سیه این سه حوزه فرهنگی که اصلا یک زبان و یک فرهنگ داشتن این کوشش کردن که به حوزه جداگانه تقسیم شود و به همین راستا قبل از سال 1964 ما هیچ کتابی در افغانستان به نام کتاب دری نداریم مثلا من تمام کتابهایی که خواندم به نام فارسی بود حتی در سالهای 1338 در دانشگاه کابل یک از استادان کتابی چاپ کردن به نام تاریخچه ادبیاتی اد اد در همین چیزی حکومت وقت ای وقت سانسور کرد که زبان ما در نیستی نیست در این تو از کجا کشیدی و این کتاب ممنوع شد و پنج سال پس در قانون اساسی زبان ما را در این ساختن که دیگه فارسی از ما نیست این گذشته تاریخی که ساختن هیچ دنیا قبول نداره فقط ایران قبول نیست قبول نداره تو دانشگاه های کشور مختلف هم برین اینا رو سلسله های پادشاهی ایرانی می حساب میکنن خب دنیای زور و دنیای تحمیل و دنیای فشار دیگر در اونجا علم کار نمی کند اونجا دیگه ارزشی نداره بازاری سیاست است شما مثلا اگر در داد داد کابل دانشگاه کابل میگین شما میگن مگر جاسوس ایران هستین مثلا شما خبر دارین که دوران کرزی احمدزی ای در اونجا که از دانشجویان اخراج کردن از جرم از که دانشجو گفته مثلا دانشگاه بود یا مثلا شما حق نداریم اونجا دانشکده بگوین یا مثلا شهردار بگوین یا شهرداری بگوین اینا میگن اصطلاحات ملی است اصطلاحات ملی هر کس که نقض میکنه مطابق قانون جزا داره یکی نوال در بیرون چگونه است حقایق تاریخی چگونه است واقعیتها چگونه است مثلا قسمی که برای شما گفتم ما کشور با،, با افغانستان کشوریست است با سابقه 5000 ساله مردمی که هم در اینجا هستن افغانستان تاجیک اوزبک هزاره نه اینا حق ندارن که اینجا بوده باشن و اگر شما حتما این حرفا هم شنیدین که در مطبوعات کابل و در دوران که بهش دموکراسی غربی و اوج آزادی بود اونجا بیان میکردن که اگر شما تاجیک هستین اینجا کشور شما نیست تاجیکستان بفرمایید اوزبکا به اوزبکستان بره و تاجیکا به تاجیکستان بره و هزاره به گورستان برود خب این هزاره گورستان چون هزارستان نداریم متاسفانه چون هزارها کشوری مستقل نداره جای نوع گورستان است شما در مقابل چنین یک منطقی چی میتونین بگین چون میفهمین که در دنیای سیاست دیگه متاسفانه دو جمع دو پنج میشه چهار نمیشه چنین منطقی در از, از او زمانی از سالهای این از دوران ظاهرشاه ایجاد شده و تا کنون همین سلسله ادامه داره خب جمهوری اسلامی که خودش رو مدافع فرهنگ ایران میدونه البته معتقدم نیست ولی خب خودشون میدونه چرا در رابطه خب کشدار مریضی که با حکومت طالبان داره روی این مسئله به هیچ وجه کار نمیکنه یعنی وقتی اینها عید نوروز رو حذف کردند زبان فارسی رو میگن قدمت نداره اینها هیچ گونه اعتراضی نمیکنه آیا غیر پشتون ها یا غیر افغان های افغانستان چرا انتظار ندارن که کشوری که فرهنگ گذشته خودشون رو به این کشور مشترک بوده واکنش از خودش نشون بده البته یک پرسشی هست که باید مسئولین جمهوری اسلامی پاسخ بگوین و درکی ما که دارم درکی که ما دارم است که جمهوری اسلامی در چوکات بزرگتری و مسائل و قضای منطقه می نگره و در دشمنی هایی که با دنیای غرب و اونجا داره سیاست های منطقه خود در قبال از توجیه به اصلاح ترسیم میکنه ای که چقدر قابل توجیه در بین ما هست حرف است که جداگانه و قابل تعمق شما آینده حالا این کشور اسمش افغانستانه ولی آینده ای افغانستان رو چگونه میبینید؟ خوب آینده افغانستان در دو مهور میتونه که رقم بخوره یکی مردمی از و دیگه هم سیاست جهانی ببینیم فعلا اوضای جهان به ترتیبی است که او طرف جنگ اوکراین است او طرف شرقی میانه فلسطین و اسرائیل است افغانستان فراموش شده و غربی ها با دو دست ادب این کشور تقدیم کردن به طالبان دیگه حال که دوباره جبران بکنن عجالتا تازه در کی که تا زمانی که موضوع اوکراین و فلسطین حل نشه ما فراموش شده است یکی که در داخل چی تحولات جریان داره مردم داخل چی میکنن مردم افغانستان دیکتاتوری طالبان قبول ندارن در مقابل ازی مقاومت به شکل علنی و مخفی جریان داره و تحولاتی در شرف وقوع است ای که چقدر وقت دوام میکنه متاسفانه دو ما تایم یا تا زمان تعیین کرده نمیتونیم شما اشاره کردید که کشورهای غربی افغانستان رو دو دستی به طالبان دادند خب آنچه که ما هم دیدیم از طریق روزنامه ها رسانه ها و گفتار کشورهای غربی اینه که واقعا هیچ کاری نکردن برای اینکه طالبان مجددا سر کار نیاد چرا کجا منفعتی داشتن چه منفعتی بود برای اینکه طالبان به افغانستان برگردن ببینید این هم همون حرفی است که تابی سیاست های ترامپ و جو بایدن بود دیگه اونا قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه اینا اینا در دوحه با با طالبان معاهده امضا کردن معاهده تسلیمی شما که مواهد شرایط مواد و معاهده را میخوان دقیق گفته شده که حکومت بعدی که میاد با چه بکنه و کی به نام کیات میشه این دقیقا ما در همون زمان در کردیم که این کشور دیگر این رژیم فاتحهش خوانده شده و تسلیم میشه ولی فکر میکردیم کردیم که حداقل به اصطلاح وطنکی یک بینی خمیری باید بسازن که یک چیزی مشترکی از گروه های به اصطلاح دموکراتی خودشان جمع تکنوکرات ها و جمع طالب یک چیزی بسازن البته که ایره ترامپ هم دا الان میگه که گویا برنامه من همین بود دیگه اما زمانی که جو بایدن آمد دیگر امون سیاست ادامه داد و بدون از اینکه هیچ فکری به حال تسلیمی کشور و سقوط یزید در دست طالبان بکنن اون برنامه را ادامه داد یک خود در چوکات حرفای بزرگتری ظاهرا که الان گفته میشه که موضوع اوکراین بود و چین است و ما حرفای بزرگتری داریم و دیگر افغانستان در او ارزش سابق نداره و ما میتونیم که افغانستان از بیرون هم کنترل بکنیم اینی حرفهایی بود که یار در در پرتاب این ها به اصطلاح خود معجج جلو می‌تند در حالی که ما متقین است و جهان هم شاهد است که شما 20 سال در افغانستان با میلیاردها دلار مصرف کردین و صدها هزار خون جوانان ما را ریزاندین به خاطر از که بالاخره یک کشور را باید تسلیم طالبان بکنیم این نفو، نیم نفوسی کشور زنهای ما امروز بر خانه نشسته تمام مدرسه ها و, و دانشگاه ها برای دخترها و فرزندان ما مسدود است اینکه این شرم چگونه میخوان ماست مالی بکنن دیگر ما و شما میبینیم که در مدبات چه جریان داره و چی میگن خب البته یکی از دلایل این بود که میگفتن که در اون 20 سال فساد آنقدر رشد کرد این پول هایی که کشورهای غربی در افغانستان ریختند هدر رفت که در عمل چاره نبود جز اینکه افغانستانو به حال خودش رها کنند این حرفشان کاملا درست است ولی اینها کجا بودند اینها که در همون کشور بودند چارچشم چشم اینا که نگاه میکردند؟ مگر مگر خلزاد دوجا چی نقش داشت سفیری در دا دا اونجا وایسرای کلی کشور نبود اینا کرزه که امینا تعمیل کردن غنی که امینا تعمیل کردن تقلبه که اینا با چشم سر خودشان دیدن دو حکومت اعلان شد و اینا رفتن بین از اینا مصالحه کردند. مگر اینا فساد را نمی دیدم مگر اینا ما در سال 2006 مقاله نوشته کردم که طالبان ویل بی بک یعنی طالبان دوباره برمی گردن اینا عروج طالبان را دوباره در کشور نمی دیدن گسترش طالبان در کشور نمی دن. اینا کمک کردنی کرزه به طالبان نمی دن. مگر کرزه طالبان را برادر نخوند مگر بهترین فرماندهان ما را طالبان توسط کرزه, کرزه طالبان نکشت اینا که می دیدن دلچسبی اینجاست که اینا خودشان در افیسات سهم داشتن از او سهم می, می گرفتند، در غیر از او شما که در اونجا اردور ارتش اینا تأمین می پلیس پولیس و همه سیستم های اگر فیساد در بیس سال اینا دیخن یک در گرفتن مگر این سیگار همه را را تقدیم از اینا نمیکرد؟ کجا بود؟ یعنی شما در کشوری که در زیر حاکمیت شما شما با بهانه دولت سازی بهانه ملت سازی بهانه دموکراسی و و و و در اونجا رفتین و میلیارد دالر دلار مصرف کردین حال دو تا دو افغانی را که خودت در اونجا نشاندین و دست نشانده شما بود حالی باز گناه را به گردن از اونها میاندازین این واقعیت داره که اونها فاسد بودن ولی فساد در پیش چشم از اینا الان جریان داشت نقش از اینا چی بود؟ مگر اینا هیچ چشم نداشتن؟ اینا نمی دیدن؟ که این همه پول کجا میره؟ این همه بلند منزل بلند از کجا ساخته میشه؟ این همه فرماندهان وکیل و وزیر و رئیس که اینها همه روزه در دوبه خانه میخرند، در ترکیه خانه میخرند، در اینجا و اونجا خانه میخرند، در اروپا پول ها را انتقال میتن. اینا که شاهدی از اینا بودن. کمرای از اینا که سی سی تی وی از اینا فعال بودن. چگونه اینا خودم میتونن براحت بتن؟ اجرایی برای برایت خودشان وجود ندارد. خب بانو ایسا ما خوب آدم بودیم ما درفتیم که دولت بسازیم افغانان نتونستند. ما رفتیم که حکومت بسازیم افغانان نتونستند. ما رفتیم که ملت بسازیم افغانان افغان نساختند دیگه. ولی تسلیم طالبا کرده که طالبا باید ملت بسازن، دولت بسازن، حکومت بسازن. شما ما روشن باشه. با سپاس فراوان از همراهیت.